size around 64%. موافقت اعضای اوپک و روسیه برای تثبیت قیمت، تولید نفت تا پایان سال آینده میلادی ثابت می‌ماند. صدایی که شاید به زودی برای این دانش آموزان خاطره شود. بسیاری از دختران در قندهار به خواست خانواده ها تحصیل را رها می کنند. و دردسرهای طلاق برای زنانی که شوهرانشان بیخبر ترکشان کردند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. بزرگترین تولید کنندگان نفت موافقت کردند سطح تولید فعلی را 9 ماه دیگر، یعنی تا پایان سال آینده میلادی تمدید کنند. امسال اعضای اوپک و روسیه توافق کرده بودند که برای تثبیت قیمت تا اول بهار آینده تولید را کم کنند. در این حال آنها گفتند آمادند در صورت نیاز بازار و برای جلوگیری از گران شدن نفت سطح تولید را بالا ببرند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. وزیران نفت اوپک امروز در وین در آغاز اجلاسی با همتایان غیر اوپکشان. هدف امروز تمدید توافق قبلی که قیمت نفت رو تا سطح تقریباً 60 دلار بالا برد و حفظ کرد. تصمیمی که اوپک گرفت تصمیم موفقی بود. آثارش رو الان در بازار می‌بینیم، چه در قیمت‌ها و به ویژه در سطح ذخایر نفت که به طرز غیر عادی بالا رفته بود، داریم می‌بینیم که داره به وضعیت متعادل میرسه. در جلسه امروز این رئیس فعلی اوپک، وزیر نفت عربستان سعودی، او هم ظاهرا راضی از وضع فعلی بازار که به گفته او نباید دستش زد. Your excellencies, ladies and gentlemen, in conclusion. عالی جنابان، خانم ها و آقایان، بگذارید بگویم که ما در واقع راهی طولانی آمده ایم، به خصوص در مورد بازگرداندن توازن به بازار و رساندن بازار به سلامت و ثبات. من می‌خواهم از همه کسانی که به ایجاد این وضع بازار کمک کردند تشکر کنم. وزیر نفت ایران هم می‌گوید سطح 60 دلار برای همه کم و بیش قابل قبول است. در توافق قبلیشان کشورهای عضو اوپک، روسیه و تولیدکنندگان دیگر 1,800,000 بشکه از سطح تولید کل این کشورها کم کردند. و حالا این وزیران تصمیم گرفتند که این محدودیت در تولید را تا پایان سال آینده میلادی تمدید کنند. نفت 60 دلاری تولید کنندگان نفت را از نظر درآمد زیر فشار زیادی گذاشته است. اگرچه وضع بازار طوری است که همین قیمت هم فعلا برای این کشورها قابل قبول است، اگر بتوانند تولید را محدود نگاه دارند. کسرا نجی، بی بی سی. رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای، میگوید به وزیر اقتصاد پیشین ترکیه رشوه داده بود تا در معامله طلا با ایران کمک کند. آقای زراب به عنوان شاهد در دادگاهی در نیویورک حاضر شد. او حدود 1.5 سال پیش در میامی آمریکا دستگیر و به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده. ژیار گل نگاهی کرده به جزئیات بیشتری از این پرونده و پیشینه آن. یکی از جنجالی ترین پرونده بین المللی در دستگاه قضایی آمریکا. دولت ترکیه این دادگاه را نمایشی برای بدنام کردن مقامات این کشور می‌خواند. اما دادستان‌های آمریکایی می‌گویند رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای، در مرکز پرونده فساد بین المللی است. آقای زراب به 8 نفر دیگر متهم شدند با همکاری مقام‌های بلندپایه ترکیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زدند و میلیاردها دلار به ایران منتقل کردند. اما فقط رضا زراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران بانک دولتی هالک بانک ترکیه در دادگاه حاضر می‌شوند. نام وزیر سابق اقتصاد ترکیه نیز در لیست متهمان این پرونده است. 2 هفته پیش دادستان استانبول پرونده‌ای تحقیقاتی علیه دادستان قبلی و دادستان فعلی این پرونده را آغاز کرد. دادستان استانبول گفته دادستان‌های آمریکایی از طریق جنبش گلن به مدارک و شنودهایی دست یافتند که از راه‌های غیرقانونی کسب شدند. پرونده رضا زراب به روشنی توطئه‌ای علیه ترکیه است. یک پرونده سیاسی که مبنای حقوقی ندارد. هیچ مدرکی در این پرونده قانونی نیست. رضا زراب بیش از 1.5 سال پیش در آمریکا بازداشت شد و به زندانی در نیویورک منتقل شد. رضا زراب ابتدا در سال 2013
در ترکیه به اتهام رشوه به مقامات دولتی و فساد مالی بازداشت شد. آن زمان گروه بزرگی در ترکیه با اتهام‌های فساد دولتی بازداشت شدند که نام رجب طیب اردوغان و نزدیکانش هم در آن به میان آمد. مدتی بعد دادستان و مأموران تحقیقات درباره فساد مالی از کار برکنار شدند و آقای زراب از زندان آزاد شد. آقای اردوغان اتهامات فساد مالی به رضا زراب را توطئه جنبش گلن برای ضربه زدن به اقتصاد ترکیه می‌داند. حقوق کسوه‌ی altında دامی گسترده برای کشور ما پهن کردند. دامی بزرگ که در تاریخ کشور بی سابقه بود. دامی که به نام عدالت پهن شده بود. ما محکم جلوی این توطئه ایستادیم. با ایستادگی ما و ملت ما این توطئه در ترکیه شکست خورد. حالا پرونده را به آمریکا بردند. دادستان و قاضی آمریکایی پرونده در عملی کم سابقه به اتهامات مقامات ترکیه عکس العمل نشان دادند. جون کیم دادستان پرونده اتهامات ارتباط با جنبش گلن را احمقانه خوانده و گفته این اتهامات برآمده از سیاست داخلی ترکیه است. این نشان می‌دهد آنها فهم درستی از سیستم قضایی ما ندارند. ریچارد برمن قاضی پرونده هم گفته اگر می‌خواهند به متهمین کمک کنند بهترین راه شاهدان و مدارک که در ترکیه است را به دادگاه بفرستند. سوال اینجاست چرا مقامات ترکیه نگران این دادگاه هستند؟ مدارکی که در پرونده فساد مالی سال 2013 علیه نزدیکان رجب طیب اردوغان جمع آوری شده بود در ترکیه بایگانی شد. حال دادستان‌های آمریکایی می‌گویند از این مدارک در دادگاه نیویورک استفاده خواهند کرد. این می‌تواند نام نزدیکان رئیس جمهوری ترکیه را به دادگاه نیویورک بکشاند. همچنین از روزی که خبر همکاری رضا زراب با دادستان‌های آمریکا منتشر شد، بازار بورس ترکیه به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و ارزش لیره ترکیه به طور کم سابقه کاهش یافت. آنها نگرانند که نتیجه این دادگاه باعث تحریم آمریکا علیه بانک‌های ترکیه شود. ژیارگل، بی بی سی. بریتانیا حاضر است برای گرفتن طلاق از اتحادیه اروپا هزینه بیشتری پرداخت کند. به گزارش رسانه‌ها لندن پیشنهاد کرده حدود 50 میلیارد یورو به بروکسل بپردازد. دو برابر رقمی که قبلا پیشنهاد داده بود. مقدار صورتحساب تعهدات لندن یکی از موانع مذاکرات برای جدایی از اتحادیه اروپا است. امیر پایور گزارش می‌دهد. شاید پایین کشیدن پرچم بریتانیا از ساختمان کمیسیون اروپا ساده باشد، ولی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کم خرج نخواهد بود. غیر از هزینه‌ای که برگزیت بر اقتصاد بریتانیا تحمیل خواهد کرد، لندن باید بعضی تعهدات مالیش را حتی بعد از خروج پرداخت کند. بی بی سی مطلع شده دولت بریتانیا اخیراً پیشنهاد پرداخت 50 میلیارد یورو را داده، تقریباً دو برابر آنچه تا به حال حاضر به پرداخت بود. این تعهد مالی مثلا شامل پرداخت حق بازنشستگی کارکنان اتحادیه اروپا است و یا پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای فقیر. اتحادیه اروپا میگوید به دلیل سالها عضویت بریتانیا تعهد دارد سهم خود از این ارقام را حتی بعد از خروج از اتحادیه پرداخت کند. توافق بر این صورت حساب یکی از موانع اصلی در مذاکرات جاری برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. بروکسل گفته بود تا بر رقم پرداختی بریتانیا توافق نشود، حاضر نیست درباره توافق تجاری بین دو طرف مذاکره کند. برای لندن مهم است بداند فردای خروج از اتحادیه اروپا سرنوشت تجارت بین دو طرف چه می شود. اگر پیمانی منعقد نشود، تعرفه های تجاری هزینه سنگینی بر صادرات و واردات تحمیل خواهند کرد. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری بریتانیا است. بریتانیا بیش از 325 میلیارد یورو کالا و خدمات از اتحادیه اروپا وارد می‌کند و حدود 256 میلیارد یورو به بقیه اتحادیه صادر. در همه پروسه خروج از اتحادیه، طرفداران خروج با این اتوبوس معروف قرمز رنگ پولی که با خروج از اتحادیه می‌توان صرفه‌جویی کرد را تبلیغ می‌کردند و می‌گفتند هفته‌ای 350 میلیون پوند به نظام درمانی بریتانیا کمک خواهد شد. هیچ وقت به همون نگفتن باید چنین صورت حسابی رو پرداخت کنیم و اون وعده‌ای که خیلی‌ها به خاطرش رای به خروج دادن هم محقق نخواهد شد.
موافقان هنوز معتقدند در دراز مدت خروج از اتحادیه به نفع لندن است. بعد از خروج اگه مقایسه کنید توی دوره 40 ساله مانده خالص ما 360 میلیارد پوند خواهد بود، چون دو سال دیگه بعد از خروج دیگه حق عضویت پرداخت نمی کنیم. نمایندگان پارلمان بریتانیا در نهایت این امکان رو خواهند داشت که نظرشون رو درباره توافقی که بین دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا میشه در یک رأی‌گیری اعلام کنند. هرچه بیشتر از مذاکرات میگذره معلوم میشه هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چقدر سنگینه و این خودش به تعداد صداهای مخالف اینجا در پارلمان اضافه کرده. امیر پایور، بی بی سی، لندن. دومین دوره گفتگوهای فرهنگی افغانستان و ایران در کابل برگزار شد. این نشست با ابتکار دانشگاه علامه طباطبایی ایران و مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده. دور اول این گفتگو سال گذشته در تهران برگزار شده بود. احمد شفایی از کابل گزارش می‌دهد. از همزبانی تا همدلی از تهران به کابل آمده اند تا روابط فرهنگی دو کشور را عمق بیشتر بدهند. یکی شرایط مادی داره. اینها معتقدند که کابل و تهران غرق در مشکلات خودشان هستند و بسیاری از چالش‌های سر راه دو ملت از چشمشان دور مانده. خب ما دو تا دولت داریم که اینا از زندگی روزمره تقریبا ناتوانند در اداره زندگی روزمره. حالا یه آینده ای که این آینده بسیار بسیار آینده متفاوتی از امروز خواهد بود. چه چیزی رو فراهم کرده؟ فرار ماها رو. دوستان، هر کدوم از ما بتونیم از ایران و افغانستان فرار میکنیم. این هم دروغ درش نیست. ها؟ کانادا هست، نیوزلند هست، استرالیا هست، اروپا هست. چرا بمانند در این سرزمین؟ سرزمینی که این آینده رو داره. پس خود ما هم تعلق خیلی جدی به زندگی روزمره نداریم. ایران سالهاست پذیرای میلیون ها مهاجر افغان است. مشکلی که هنوز ایران برای آن هزینه میدهد. اینجا مهاجرت تراژدی انسانی از دیگر محورهای گفتگوهای استادان دانشگاه‌های دو کشور است. تصور غالبی که افغان‌ها از ایران دارن دو واژه است. تبعیض و تحقیر. تبعیض در ساختارهای دولتی و تحقیر در بین جامعه ایرانی. و تصوری که بیشتر ایرانی ها دارن این هست که دو ما میزبان های بسیار سخاوتمند بودیم و افغان ها یک مشکل امنیتی برای جامعه ایران بودند که در اینجا در هر دو گروه هم افغان ها اقراق هست در این مسئله و هم در بین جامعه و دستگاه های دولتی ایران نگاه از اونها نسبت به افغان ها تا اندازه زیاد غیر واقع بینانه میمونه. سیاست بر روابط افغانستان و ایران سایه افکنده است. ولی اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان دو کشور باعث اشتراکات زیادی میان دو کشور شده است. اکنون تحصیل کردگانی کابل و تهران در کابل جمع شدند تا درباره مشکلات حال و آینده دو کشور با هم تبادل نظر کنند. سفر به کشورها یا شهرهای دیگر داشتن. اکنون دانشگاهیان دو کشور امیدوارند که بتوانند دولت‌های خود را در حل چالش‌های فراروی دو کشور کمک کنند. احمد شفایی، بی بی سی، کابل. در دوران طالبان آموزش دختران ممنوع بود، از جمله در قندهار پایگاه اصلی شبه نظامیان. حالا پس از دو دهه نزدیک به 80 هزار دختر در این ولایت درس می‌خوانند، گرچه قید و بندهای اجتماعی همچنان دست و پای آنها را بسته. اسماعیل شهامد از قندهار گزارش می‌دهد. گام‌های بلند دختران قندهاری برای آموزش. جوانه‌های امید در دل قندهار، ولایتی که دو دهه پیش یکی از تندروترین گروه های اسلامگرا را بر سرنوشت افغانستان حاکم کرد. آموزش برای دختران هم یک تابو شد. تابویی که دیگر شکسته. دختران مصممی که برای فردایشان نقشه دارند. من میخوام فکرم میکنم که من شاید صنف 12 رو بخوانم و فامیل به من اجازه میده و بعد از فارغ شدن میخوام به پنتون خود ادامه بدم تا بتوانم به مملکت خود خدمت کنم. صدای زنگ تفریح مکتب،
صدایی که برای صدها دختر دیگر در حصار خانه ها در قندهار هنوز ناشناست و برای تعدادی این صدا زود یک خاطره می شود، چون اقبال آنها برای آموزش گاهی تا همین میانه تحصیل است. صدها دانش آموز دختر برای ادامه تحصیل اینجا میان و اسمشان را به عنوان دانش آموز ثبت میکنند، ولی وقتی که به سنین بالاتر میرسند تعداد کمی اینها شانس ادامه تحصیل را پیدا میکنند. تعداد بیشتر مسیر را میروند که خانواده هایشان میخواهند، ازدواج و ترک تحصیل. حالا فعلا نامه اینا به دست ما یک کارت هستن که امروز روان کردن، سبا عروسیش یک شاگرد ما است که صنف 12 هستن. هفته پیش از مکتب ما سه شاگرد ما بود که عروسی کردن، رفتن دیگه ادامه نمیتن. آتش رو به افزایش خانواده ها به آموزش دختران. کوچه های قندهار در پایان مکتب رنگ روی دیگری میگیرد. پلان ما اینه میستن که بیشتر از 14,000 دختر به مکتب جد شمول میداشته باشیم و همچنان فارغین ما به 700 یا بیشتر از فارغین میداشته باشیم. تنها در مکاتب ما 271,000 فعلاً شاگرد داریم. در این رقم تقریبا 79,000 دختر به محاسبه و حساب میآیند. 50% روح مساوی پیام مکمل. یک گام به جلو. ورود دختران به دانشگاه های قندهار فضای مردانه کلاس ها را تغییر داده. سنگینی نگاه ها به حضور دختران را حضور استاد زن سبکتر کرده. اول به خودم اتلسم شکستندن در میان جامعه پشتون نشین سخت‌ترین کار بود که من میکردم. من همیشه شاید در بین جامعه تقدیر نشده باشم، شاید تحسین نشده باشم، شاید از نظر دیگرا یک فرد استثنایی یا یک فرد مجبور از نظر اقتصادی یا از نظر اجتماعی رانده شده شاید گفته شده باشم. رویاهای دخترانی که به واقعیت تبدیل می‌شود. جشن فراغت بیش از 50 دانشجوی دختر در دانشگاه قندهار. 1500 دانشجوی دختر دانشگاه های قندهار هم منتظر رسیدن این لحظه. اما کم نیستند دخترانی که در نیمه راه می‌مانند. اسماعیل شهامت، بی بی سی قندهار. در افغانستان شماری از زنان هستند که سالهاست شوهرانشان در کشورهای دیگر زندگی می کنند و تماسی با همسرانشان ندارند. این زنان در وضعیتی نامعلوم به سر می برند و جدا شدن از همسرانشان هم آسان نیست. زینب محمدی خبرنگار ما در کابل می گوید شماری از این زنان به دلیل سنتهای دست و پاگیر این زندگی را قبول کردند و با آن می سازند. برای پایان پیوندی پا به بیرون گذاشته که قرار بود تا آخر عمر پایبندش باشد. سالها انتظار و تحمل بی حوصله‌اش ساخته و دست به دامان وکیل مدافع شده. می‌خواهد از شوهرش جدا شود و به داستان بی سرنوشتیش نقطه پایان بگذارد. میگوید یگانه پسرش 15 روزه بود که شوهرش با زنی دیگر ترکش کرد و با اروپا رفت. حالا کودکش 4 ساله شده و هیچ خبری از اون نیست. تقریبا 4 سال میشه که بیخی بی سرنوشت ماندیم، برم زنگ نمیزنه، اول من نمیگیره، نفقه، هیچ چیزی به من نداده تا امروز. دیگه ما میخواییم سرنوشت معلوم شوه، زندگی معلوم شوه، هرچی که میخواییم پشت کارم بگردم. دولت است که اصلا گپ کسر گوش نمیکنه، فقط پیسه را میبینه. به من میگه خانی پدر مادر برو بشی بعد از مکت تو گپ میزنم. هیچ تقسیم نیستم. اونجا که بودم فامیل شوهرم لطو کوب گپ های حق ناق زیاد خلق ما تنگ میکردن، هر گپ میزدن. جدا شدن از همسر دردسرهای خیلی زیادی برای زنان افغان داره. بعضی ها فکر میکنن که این کار باعث سرفکندگی زن و خانوادهش هست. عملی شدن این تصمیم هم آسان نیست. موانع خیلی زیادی در مقابل زنان افغان وجود داره. آمار طلاق در افغانستان مشخص نیست. پیگیری این قضایا هم ساده نیست. به خصوص در مورد زنانی که شوهرانشان غایبند که بخش بزرگی از این پرونده ها را تشکیل می دهند. هم درد سر دارد و هم وقت گیر است.
مشکلی که خانم ها در محاکم دارن اینه میست که از زینا محاکم مطابق با قانون سند و شاهد میخواید. متاسفانه دو چیز میخواین که بسیار محدود است و تعداد زیاد خانم ها نمیتونن که اینمی سند و شاهد به محکمه ارائه بکنه و اینمی بسیار یک مدت زمان طولانی رو دبر میگیره تا اینا بتونن تمام مراحل بکنن، تمام مسائل اداریش رو به اثبات برسانن، بعد از اون تفریق بگیرن. مهاجرت ها این مشکل را در افغانستان رقم زده. چندین دهه جنگ مهاجرت را در افغانستان همیشگی ساخته. زینب محمدی، بی بی سی، کابل. به گفته یه سازمان بهداشت جهانی، امسال در افغانستان 7500 مورد ابتلا به ویروس HIV ثبت شده که نسبت به سال گذشته کمی بیشتر شده. وزارت صحت برای آگاهی رسانی در مورد کاهش ابتلا کارزاری به نام بیایید به ایدز و به انزوای مبتلایان پایان دهیم راه انداخته. عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد. بیماری پنهان و خطرناک و قربانیانی که هزینه های سنگینی بابت آن می پردازند. اینجا در یک مرکز درمانی در کابل، مرد درمان می شود که 10 سال است با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. می گوید استفاده از سرنگ مشترک او را به ویروس HIV آلوده کرده. دکتر آمدن بودن خون آزمایش می کنیم برای مریضی، هر مریضی که داشتن کسی مشکل داشته معلوم میکنم. بعد ما رفتیم اونجا گفتیم باش خون ما را چک کنیم که زردی سیاه نداشته باشه یا سفلیس نباشه یا این چیزا نباشه. اتفاقا ما رفتیم اون شانسی که خدا میخواست چون دیدیم که مثلا از این چیز زاریم زردی سیاه هم گفت داری از او HIV هم. باز ما همین خوب شد که ما رفتیم شفاخانه مراجعه کردیم. با وجود کمپین های گسترده، سطح آگاهی عمومی در مورد این بیماری پایین است. این ویروس نه تنها در شهرهای بزرگ قربانی می گیرد، بلکه در مناطق دوردست هم مردم در امان نیستند. این زن در ولایت خوست در شرق کشور به ایدز مبتلا شده. شوهرش از امارات متحده عربی این ویروس را با خود آورده. در اول همه از من متنفر بودند، ازم دوری میکردند، حتی کسی همراهم یک جا غذا نمیخورد. بعدان که دکتر گفت این مرض با نشست و پرخاش سرایت نمیکند، بالاخره رفتار همه عادی شد. یکی از بزرگترین چالش ها در زمینه مبارزه با این ویروس در افغانستان سطح پایین آگاهی مردم است. به همین دلیل کارزارهای آگاهی دهی یکی از مهمترین فعالیت های وزارت صحت برای مهارین بیماری است. هرچند موارد ابتلا به این بیماری در افغانستان پایین است، وزارت صحت تلاش می‌کند حدود 15 سال دیگر میزان ابتلا به این ویروس را به حداقل برساند. ما به منابع بیشتر ضرورت داریم تا سطح پوشش خدمات به کل افغانستان گسترش بدیم. ما مثلا می‌خواهیم که اگر آل تعداد پوشش خدمات بر متادای زرقی مکمل نیست، تمام از اینا باید زیر پوشش خدمات ما قرار بگیرن. ای باید مساوی به افزایش تعهدات جامعه بین المللی و دولت افغانستان برای تمویل از این برنامه ها باشه. به دلیل حساسیت های فرهنگی در جامعه سنتی افغانستان، بعضی از افراد آلوده به HIV از رفتن به مراکز درمانی خودداری می کنند. این باعث شده که آمار مبتلاها خیلی دقیق نباشد. عالیه رجایی، بی بی سی، کابل. دیوید لیت به مدت 5 سال متن سخنرانی‌های باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا را می‌نوشت، اما در میان تمام مسائل جدی دنیا تخصصش در طنز بود. کتاب خاطرات دیوید لیت تازه منتشر شده و به این مناسبت از خاطراتش در کاخ سفید می‌گوید. من اولین روزی رو که از دروازه کاخ سفید وارد شدم یادم میاد. واقعا می‌خوام من راه بدن؟ من دیوید لیت هستم و از سال 2011 تا 2016 متن سخنرانی های آقای اوباما رو می نوشتم و اخیراً کتابی نوشتم به نام متشکرم اوباما، سالهای تحول و امید من. من با سابقه ای که در واشنگتن بهش میگن سابقه طنز به این شهر اومدم. قبلا در کالج اجراهای فی‌البداهه کمدی داشتم و خوب بود که این استعداد رو داشتم، چون تقریبا تا سال 2012 شدم طنز پرداز کاخ سفید. شبتون بخیر. به محفل شام خبرنگاران خوش آمدید. شبی که واشنگتن برای خودش جشن میگیره.
وقتی جوک ها منتشر شدن، من مسئولیت نوشتن یک متن دیگر رو قبول کردم که اگر مضمون جدی داشت به من سفارش نمیدادن. من باراک اوباما هستم. مادرم در کانزاس به دنیا اومد و پدرم در کنیا. منم قطعا در هاوایی به دنیا اومدم. من یادم میاد وقتی رئیس جمهوری اون جوک ها رو میگفت درونم چه احساسی داشتم. در اون لحظه میمیری و زنده میشی. اگه از یک جوک خوشش میومد بهش یه چیزی اضافه میکرد. مثلا دست کم میداد یا یک جمله میگفت طوری که جوک مال خودش بشه. میدونم جمهوری خواها هنوز دارن سعی میکنن بفهمن 2012 چه اتفاقی افتاد، ولی چیزی که همه اونا سرش توافق دارن اینه که باید بهتر با اقلیت ها ارتباط برقرار کنن. میتونین به من بگین خودخواه، ولی من حداقل یک اقلیت رو میشناسم که باید با اون شروع کنم. در تشکیلات اوباما این فرصت وجود داشت که حقایقی رو که هیچ جور نمیشد بازگو کرد با طنز بیان کنی. مهمترین کاری که یک سیاستمدار میتونه موقع جوک گفتن انجام بده اینه که از خودش انتقاد کنه. به خصوص در نظام دموکراسی مهمه که به قدرت خودشون واقف باشن، اما در این حال بدونن که انسانن و اشتباه میکنن، نقص دارن. بعضیا میگن من متکبرم، منزویم، تحقیرآمیز حرف میزنم. بعضیا چقدر خنگن. بی خود نیست باهاشون ملاقات کنم. یک فکر تو ذهنت وجود داره که به واژه‌های رئیس جمهور تبدیل میشه و این تحول واقعا جادوییه. هنوزم وقتی بهش فکر میکنم یا در موردش مینویسم سرم گیج میره. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.